موج آرزوها دل خسته بین سهرا موکب به موکبایم سویت امیر دلها با گول بار منت در حسرت زیارت آمی گذارم آقا در این مسیر جنت باز میخوانم با این آقا از عشق چشم زهرا از عاشورا باز هر قدم بین جاده باز می آیم بی اراده سویت آقا یا مولا یا مولا شهید دشت کربلا یا مولا یا مولا ای خامس آل عبا یا مولا یا مولا این نور چشم مرتضا یا مولا یا مولا ای خامس آل عبا مولای مهربانم ای روح من روانم این اربعین به لطفت راهی آسمانم علی جمشیدی از حسن آباد جاغوی اصفهان سفر سوم دومین بار پیاده روی میام معجزه عشق به امام حسین این راه رو فقط امام حسین داره میبره ما اگه تو خودمون باشیم تو شهر خودمون باشیم شاید یک کیلومتر را نتونیم پیاده بریم میخواییم یا با موتور بریم یا با ماشین بریم اینجا اصلا نمیفهمی داره میکشه داده امام حسین بیا همینجوری که ما رو فرستاد بگذاریم و اومدیم تا نجف این راه ما همینجوری داریم میان الان ما کسی دنبالمون هست که عمرم پیاده روی نکرده تا اینجا الحمدلله به عشق امام حسین اومدی یعنی امام حسین کشونده یا حسین یا حسین يا حسين يا حسين اولین سفر 14 روز بودیم با همشهریام اومدیم چند تا جوون بودیم خانوادگی اومدیم دیگه همه پیر بودن انقدر عشق کربلا و امام حسین داشتیم تمام کارا اونایی که مسن‌تر بودن کیفاشون رو جابجا می‌کردیم حرم می‌بردیمشون اصلا هم نمی‌فهمیدیم اندازه پیاده روی هم شاید اذیت شدیم اون روز ولی اصلا نفهمیدیم بعد که اومدیم دیگه تعریف کردیم برای این دوستامون و فامیل خودمون فهمیدیم که چه کارهایی کردیم در مقابل کارهای امام حسین کاری نبودم ولی خب عشق امام حسین بود که هر کاری هم میکردیم ایساکا بذار اونجا برو نون بگیر برو این کارا بکن سفر اولم بود خیلی هم خاطره داشتیم خانوادگی هم اومدیم خیلی هم خوش گذشت سفر دومم معجزه شد دوباره لحظه آخر معجزه شد هی به من گفتن بیا بریم کربلا دوستام گفتم من حالا مشکل دارم بوسورم گفت بیا بریم کربلا گفتم حالا میام روز آخر که بوسورم و اینا خواستن بیان از دهات بیان از شهرمون بیان کربلا من گفتم میخوام بیام کربلا گفت حالا دیگه نمیشه بیاریم چطوری ما جا نداریم گفت من میام پا ماشین من اومدم برم سر کار شرکت کار میکنم رفتم سر کار برم سر کارم گفتم خب دیگه اینا جا ندارن اومدم رفتم و نه ببخشید قبل از اینکه برم سر کار رفتم پا اتوبوس دیدم همه رو پا هم نشستن زنه اذیت میشن منم که برم بالا دیدم انگار معذبم خودم همه نگرانن که چرا یکی دیگه اضافه شد من اومدم پایین اومدم خونه بزنم گفتم گریه مفتاده بزنم گفتم که قسمت ما نشد بریم کربلا امام حسین من بارمو بستم ولی من نتونستم با اینا برم اومدم رفتم سر کار کیفمو گذاشتم اومدم سر کار دلم شکسته بود سر کار که رسیدم خانومم زنگ زد گفت یه ماشین هست زنگ زدن
از دی هست، چند نفر از دی هم یه ماشین گرفتن اصفهان بیرن میره باهاشون. گفتم آره، سریع مرخصی دوباره گرفتم و گفتم من دارم میرم کربلا. گفتم چطور آخه تو یه هم میخوای؟ گفتم آره قسمت شده. از ساعتی که باسورم به همشهریام رفته بودن شاید 3-4 ساعت گذشته بود. من اومدم اصفهان با یه ماشین اومدیم سوار شدیم، چند تاشون مال دی بغلی بودن، چند تاشون هم اصفهانی بودن، غریبه بودن. با هم سوار شدیم و راه افتادیم. 3-4 ساعت بعد از فامیلای خودم راه افتادم من. خدا شاهده وقتی لب مرز رسیدم اونا هم یه 10 دقیقه با هم فاصله داشتیم. حالا یا ما زود رفتیم یا اونا یواشتر رفتن، 10 دقیقه فاصله بود، ما رسیدیم به هم. اون سفرم خیلی برام خاطر انگیز بود، به اون سفر بود که خود امام حسین قسمتم کرد. واقعا قسمتم که برم. اونا هم که همشون رفته بودن، نه دوست بودیم با هم، نه آشنا بودیم، شاید همشهری بودیم، بوسورم هم بود، ولی یه جدی نبود که خیلی دوستانه باشه خواست بری این راه را. دیگه همش دیگه همون عشق بود و همش معجزه بود. خیلی امام حسین میگفت تو هم باید بیای امسال، باید راهی بشی. اون موقع که من رفتم پا ماشین و دیدم همه جا نیست، رفتم هم بالا دیدم معذبند، خانوم، زن، دختر همه هستن. گفتم نه نمیشه. بعد که اومدم گفتم ای داده بیداد اینا رفتن دا تو جا موندی. با گریه اومدم خونه. اون شد برای من معجزه، دلم شکست. امام حسین من به سر کار نرسوندم، من رسوند به همشهریام. اولین پیاده روی خیلی هم خوش گذشت، متشکرم هستم. دوست دارم هم هر سال بیام اگه عمری باشه. اولین باری که ما رسیدیم یعنی از طرف حرم حضرت ابوالفضل رفتیم، قصد کردم که چشم بذاره و همه را همیشه پا برنه برم، کفشامو بدم به کفشداری از حضرت ابوالفضل، چون خونمون طرف حضرت ابوالفضل، برم حرم حضرت ابوالفضل بین الحرمین تل زینبیه دوباره همین راه را برگردم. خیلی دوست داشتم همش این راه را پا برنه برم. همش هم که نیت کردم همین کار را کردم، کفشامو میذاشتم کفشداری حرم حضرت ابوالفضل بین الحرمین امام حسین تل زینبیه دوباره برگشت. خیلی برام جذاب و یا حسین امام حسین خدا قسمتشون کنه این راه بیان، اونا بخوان قسمتشون میشه. یه لحظه فقط دلشون بلرزه بگم ما چیمون کمه از این زنها، این مردها، اینا که مثلا مجروحن، اینا که مریضن دارن میان، چیزی یه لحظه فقط دلشون بلرزه به خدا امام حسین قسمتشون میکنه. مثلا این راه خودش همینجور داره کشیده میشه، داره میاد. ما امروز شاید 600 تا تیر عمودش امروز اومد، مثلا تصور نمیکردیم. چون میگم یکی دوتا ما اصلا پیاده روی هیچ وقت نکردم، شاید تو عمرش پیاده رویش 500 متر نبوده، ولی این راه رو با ما اومده. همش عشق بیاد. این راه خیلی خاطر انگیزه، خیلی صفا داره. شاید براشون سخت باشه، ولی اول جاده که افتادن، اول عمود، دوم عمود، تو راه که افتادن یه خود امام حسین داره میکشه. بیا جلو، همین بیا، از دست میدن. شاید سال دیگه، شاید هیچ وقت اینجوری نباشه، ما معلوم نیست، شاید 2 سال دیگه همین پیاده روی هم نباشه. الان که هست یا حسین. اولین بار که اومده بودیم تصاویر رو دیده بودیم از تلویزیون، منطقه اونجوری که مثلا بخوای زنده باشه بیای تو مسیر یه حال دیگه میده. شاید پشت تلویزیون هم یه حس حال بگیره، اه اینا همه دارن میرن کربلا، یه ها شوق بگیره. در این شوقی که تو رو هستی و خودت میایی اصلا نمیشه وصف کرد، غیر قابل وصفه. همه شوقه، همه ذوقه، همه اصلا اینا معجزه است. هیچ کس نمیتونه بگه آره اینا معجزه نیست، اینا همش معجزه است. این همه داربسته، این همه خیمه زده، این همه پذیرایی، این همه غذا، همه داره زیاد همه دارن استفاده میکنن. این اصلا همش معجزه است. طرف اصلا
یه کارگر ساده است، داراییش رو برداشته تو یک سال آورده در میده عمر. به خاطر همش معجزه است. باید خودش باشه ببینه اینا. به این معجزه میرسه. همش هم معجزه است. همش رو سفید باشه. طبعا امام حسین خودم و بچه و بابام و خانواده و همه رو سفید باشه. کمکم کنن. اونایی که نیومدن خدا قسمتشون کنه. امام حسین قسمتشون کنه بیان حتما. اونایی که نیومدن همه قسمت کربلا بشه براشون. سلامتی آقای امام زمانو. هیچ مریضی نباشه رو تخت بیمارستان. کسی هم نباشه که کربلا نرفته باشه. همه بیان. هوای دیدن تو گرفت خواب و از تو چشمان شده جاده نجف تا کربلا تموم رویا. حالا که پر ندارم تا حرم میام پای پیاده میزنه نبض دلم تا به کربلا با دل جاده. اگه که عمری باشه بازم اگه سر